سلام عرض میکنم به چشمانداز امروز خوش آمدید. در ایران حمله به سه روحانی در صحن حرم امام رضا توجه عمومی را بعضن به مسئله خشونت در ایران از نو جلب کرد، هرچند مقامات حکومتی کوشیدند در اطلاع رسانی یک جانبه با تقلیل حادثه به خصومت مذهبی یک بنیادگرای سنی در قبال تشیع و روحانیت شیعه صورت مسئله اصلی یعنی عمق و دامنه خشونت در ایران را به حاشیه برانند. بررسی این عمق و دامنه موضوع گفتگوی امروز ماست با آقای سعید مدنی، پژوهشگر و جامعه شناس مقیم ایران. آقای مدنی، پیش از هر چیز بفرمایید، حتی اگر روایت رسمی رو در مورد رخداد سه‌شنبه گذشته در مشهد بپذیریم، نفس حمله به سه روحانی یعنی بارزترین نماد قدرت سیاسی در ایران، آن هم در بارزترین و مهمترین مکان تشیع در ایران یعنی حرم امام رضا، چقدر میتونه تصادفی باشه، چقدر میتونه حامل یک پیام اجتماعی؟ ضمن سلام، باید خاطر نشان کنم که حتی اگر که این حادثه اتفاق نمیافتاد، شواهد و قرائن بسیار نشون میداد که روند تمایل به خشونت در جامعه ایران رو به افزایشه. در طول 14 دهه گذشته و به ویژه در 3 دهه اخیر شرایط عینی و ذهنی برای وقوع خشونت کاملا فراهم شده، برای رشد خشونت، برای رشد تمایل به خشونت افزایش پیدا کرده. این مسئله رو هم از زاویه عوامل ذهنی وقوع خشونت و هم از زاویه عوامل عینی اون میشه توضیح داد. عوامل ذهنیش اشاره داره به این که اولا فرهنگ خشونت، فرهنگ در واقع مت و سنای خشونت در طول مخصوصا 3 دهه اخیر به شدت افزایش پیدا کرده. در واقع به نوعی اون چه که صدایی که از درون نظام حکمرانی در ایران میشنیدیم این بوده که خشونت دو نوع، خشونت مشروع و خشونت نامشروع. خشونت نامشروع خشونتی بوده که علیه نظام سیاسی و یا در اصلاح مقابل اون اعمال می شده، ولی خشونت مشروع و خشونت مشروعی هم وجود داشته که در حمایت از وضعیت موجود به کار گرفته می شده. بنابراین به لحاظ ذهنی این تفکیک خشونت به دو نوع مشروع و نامشروع به نوعی اشکالی از خشونت رو کاملا موجه جلوه میداده. این پیامی بوده که از نظام حکمرانی داشتیم و از طرف دیگه در واقع عدم ترویج فرهنگ صلح‌طلبی هم به وضعیت موجود دامن میزده به لحاظ ذهنی. اما از جهت عینی هم شرایط کاملا مستعد بوده برای اعمال خشونت، یعنی در واقع نوعی احساس ناکامی، احساس نومیدی، احساس یأس از بهبود شرایط و به نوعی احساس محرومیت عذرخواهی میکنم، احساس محرومیت نسبی هم به وضعیت موجود دامن میزده. به یک اعتبار دیگه عوامل مادی که یک فرد رو یا یک جامعه رو میبره به سمت پرخاشگری کاملا افزایش پیدا کرده بوده و روش داشته، افزایش فقر، نابرابری، تبعیض و یا حتی به اصطلاح انواع نابرابری که در روابط اجتماعی وجود داشته تمایل به خشونت رو در جامعه ایران تشدید میکرده. به نوعی جامعه ایران در یک ساختاری گرفتار شده که دائم تولید و بازتولید خشونت میکنه، هم از جهت ذهنی هم از جهت عینی. در چنین بستر و در چنین به اصطلاح جامعه ای وقوع حوادث خشونتباری مثل قتل 3 نفر در هر کجای ایران به اصطلاح قابل پیشبینیه، درست مثل همون قتلی که چند ماه پیش، قتل فجیعی که در اهواز رخ داد و در واقع فردی سر بریده زنش رو در خیابونها میچرخوند و به اصطلاح ابراز افتخار هم میکرد از این کاری که انجام داده. درست مثل اشکال دیگه از خشونت که ما در زندگی روزمره میبینیم، در واقع درگیری‌های خیابانی،
ضرب و شتم افراد، درست مثل روند وقوع قتل، پرونده های تشکیل شده قتل در ایران که رو به افزایشه، یا درست مثل روند رو به رشد خودکشی در ایران که در واقع در از دهه 80 شیوه بسیار تندی رو گرفته و به اصطلاح نگران کننده است. بنابراین اون چه که در مشهد رخ داد نتیجه به قابل پیش بینی ساختاریه که الان در جامعه ایران قرار داره و زمینه و بستریه که در جامعه ایران قرار داره و میتونه که هر رفتار، هر واکنش عادی رو نسبت به مسائل و مشکلات جاری تبدیل کنه به یک واکنش کاملا خشونت‌آمیز. آقای مدنی، رویدادهای دو سه سال اخیر در ایران، دست کم رویدادهای آبان 98، نشون میده که از یک طرف با یک جامعه در واقع سرخورده، به قول شما مایوس و مملو از مطالبات برآورده نشده روبرو هستیم و در مقابل این انبوه و انباشت مطالبات و سرخوردگی ها واکنش و رویکرد دستگاه حاکم است که در یک چیز خلاصه میشه و اون خشونت عریانه که در جریان آبان ماه سال 98 کشتارهای فجیع رو به وجود آورد و به اعتراف خود حاکمان صدها کشته از مردم در خیابانها به جا گذاشت. فکر میکنید که این رویکرد مداوم حکومت به خشونت محض مالن جامعه رو با مختصاتی که برشمردید به کدوم طرف برونه و چه واکنشی رو از سوی جامعه باعث بشه؟ بله، نکته مهمیه. در واقع موقعی که در قبال هر گونه اعتراضی اعمال خشونت میشه، این به معنی بستن راه‌های بیان مدنی اعتراضاته، راه‌های بیان خشونت پرهیز اعتراضاته. اتفاقا نکته‌ای که به نظر من بسیار مهمه و کاملا به اصطلاح امیدوار کننده است اینه که به رغم همه زمینه ها و بسترهای که رشد میده تمایل به خشونت در ایران، در اعتراضات سالهای اخیر، از جمله در اعتراضات آبان ماه، در اعتراضات دی ماه، در اعتراضات در واقع به آب در اهواز و اصفهان، مطالعات نشون داده که جماعت معترض به شدت تمایل به خشونت پریزی دارند. یعنی برخلاف واکنش های بسیار تند و سرکوب های بسیار شدید که از سوی نیروهای سرکوب کننده اعمال میشه، معترضین به شدت پرهیز دارن از خشونت پریزی. در مثلا اعتراضات آبان نشون داده شده که سطح در واقع واکنش های خشونت پرهیز و حتی اقدام به غارت یا به اصطلاح آتیش زدن مراکز بسیار محدود و انگشت شمار بوده. یعنی در حالی که اعتراضات در بیش از 100 شهر، نزدیک 120 شهر رخ داد در اعتراضات آبان، ولی تعداد مواردی که در اونها شاهدیم که خشونت اعمال شده به نوعی یا به اصطلاح از ابزارهای به اصطلاحات نشوندن خشونت استفاده شده یا به آتیش زدن مراکز یا احیانا غارت برخی مراکز منجر شده، تعداد این موارد در مقایسه با ابعاد گسترده اعتراضات اساسا قابل مقایسه و قابل توجه نیست. به همین دلیل هم در واقع به نظرم در ناخودآگاه جمعی ایران، در به اصطلاح شاید بر اساس تجربه 40 ساله اخیر، یک تمایل خیلی جدی به خشونت پرهیزی وجود داره. اما در مقابلش در نظام حکمرانی در واقع اعمال خشونت و اعمال زور یکی از سیاست‌های اصلی برای مقابله با اعتراضات نسبت به وضعیت نامساعد کنونی هست که میتونه که طبیعتاً تأثیر بذاره بر رفتار عمومی، در رفتار معترضین در اعتراضات بعدی و خشونت رو بازتولید کنه و افزایش بده.
خب شما فکر میکنید که این تمایل جامعه به پرهیز از خشونت چقدر تبدیل میتونه بشه به یک نیروی اجتماعی اثرگذار، اون هم در مقابل دستگاه متمرکزی که دارای ابزار متمرکز و مؤثر خشونته و در بکارگیری حداکثری او هیچ در واقع ابایی نداره؟ خب واقعیت اینه که اعمال خشونت از سوی نظام حکمرانی همونطور گفتم به عنوان یک سیاست اصلی برای مقابله با معترضین داره عمل میکنه. این رو همه شاهدش هستیم، در تمامی اعتراضات اخیر، اعتراض کوچک و بزرگ شاهد هستیم. اما حالا در قبال این به اصطلاح سرکوب همه جانبه و خشونت همه جانبه، دو واکنش و دو مش رو میشه در پیش گرفت. یکی در واقع به صورت عکس العملی اعمال رفتارهای خشونت آمیزه که اولا به تشدید خشونت منجر میشه، ثانیا در شرایطی که وزن نیروهای مدافع تغییر وضع موجود و نیروهای حامی وضع موجود کاملا نابرابره، در واقع در یک فرایند خشونت آمیز به طور قطع دامنه سرکوب ها و خسارات وارده و هزینه وارده بر معترضین بیشتر افزایش پیدا میکنه. در حالی که تمایل به خشونت پرهیزی و در دستور کار قرار دادن خشونت پرهیزی به عنوان یک رکن اعتراضات مدنی میتونه که تا حدودی جنبه بازدارنده هم داشته باشه، یا حداقل خشونت‌های اعمال شده از سوی نظام حکمرانی رو از مشروعیتش شدت بکاهه و اونها رو به اصطلاح بیش از گذشته نامشروع کنه. بر این اساس و از همه مهمتر این که به هر حال جامعه ایران جامعه کاملا شکننده‌ایه و امکان این که برای رفتن به سمت تغییر، به سمت دموکراسی، به سمت عدالت مسیر پرهزینه‌ای رو دنبال بکنه نداره و این میتونه که تبعات و آثار بسیار زیادی بر به اصطلاح علیه منافع ملی داشته باشه، علیه منافع عموم مردم داشته باشه. به این اعتبار مصلحت عمومی هم این هست که اعتراضات با پرهیز از خشونت ادامه پیدا بکنه تا بتونه که نتایج و دستاوردهای مفیدتری برای جامعه ایران داشته باشه. به این ترتیب در یک جنبندی نهایی خشونت پرهیزی نه به عنوان یک تاکتیک بلکه به عنوان یک مشی که در پوست و گوشت و خون جامعه ایران رشد کرده و تقویت شده به اصطلاح باید مورد توجه و نظر قرار بگیره. خاطر نشان میکنم که توجه داشته باشید که جامعه ایران یک پروسه ای رو توی 40 سالی اخیر طی کرده، از یک انقلابی که اگرچه در مصاف سایر انقلاب ها خشونت کمتری در اون وجود داشته ولی به هر حال وجود خشونت در اون رو نمیشه کتمان کرد، در اون وجود داشته. بعدن در یک جنگ 8 ساله بسیار طولانی مدت خشونت رو تجربه کرده و قبل از اون در یک و در همزمان با اون مجموعه از خشونت‌های سیاسی رو تجربه کرده و در این فرایند خسارات خیلی زیادی رو دیده و از نزدیک شاهد اون بوده. بنابراین میشه گفت تجربه 40 ساله اخیر یک کلاس آموزشی بوده برای جامعه ایران تا آثار و عواقب اعمال خشونت و افزایش خشونت رو ببینه و به همین دلیل هم سعی کنه که مسیر خودش رو برای آینده از یک مسیر خشونت پرهیز دنبال کنه. به عنوان آخرین پرسش های مدنی، به این ترتیب در یک جامعه به قول شما شکننده و بی سر و سامان از نقطه نظر سیاسی و معترض در این حال، پرهیز از خشونت در مقابل قدرتی که از بکارگیری خشونت حد اکثری دریغ نداره، چقدر میتونه شانس موفقیت جامعه رو برای رسیدن به یک وضع بسامان و
دموکراتیک افزایش بده. خب همونطور که گفتم در واقع اعمال خشونت از سوی معترضین زمینه های اعمال خشونت بیشتر از سوی نظام حکمرانی رو فراهم میکنه و حتی به اون تا حدی مشروعیت میبخشه. بنابراین راه اعمال خشونت به نظر من راهی به ناکجا آباد که میتونه که در نهایت از افزایش مشارکت عمومی هم در اعتراضات جلوگیری بکنه. یادمون باشه که یکی از ملاک‌های مهم برای افزایش بسیج عمومی در جنبش‌های اجتماعی کاهش ریسکه. اگر شما ریسک رو افزایش بدید از طریق اعمال خشونت، در واقع امکان بسیج به اصطلاح بخش قابل توجه از جامعه رو از دست میدید. خوشبختانه در این تجربیات یک دهه اخیر، از اونجا که در واقع معترضین رو ترکیبی از طبقات متوسط و طبقات فرودست تشکیل میدادن، فرهنگ طبقه متوسط تا حد زیادی تونسته این فرهنگ خشونت پرهیزی رو در میون معترضین افزایش بده. همین فرهنگ خشونت پرهیزی بوده که ریسک اعتراضات رو تا حدود زیادی کاهش میداده، تا حدودی، و به همین میزان هم امکان بسیج اجتماعی رو افزایش میداده. مثلا در اعتراضات خوزستان شما میبینید که دامنه گستر به اصطلاح حوزه معترضین بسیار گسترش پیدا میکنه، یعنی در بسیاری شهرها در مناطق مختلف خوزستان اعتراضات صورت میگیره. و جالب اینه که در حالی که مثلا عشایر خوزستان به طور سنتی از گذشته حتی سلاح‌های گرم در اختیار داشتن، اسلحه در اختیار داشتن، به طور معمول و به طور سنتی دسترسیشون به سلاح‌های گرم در دست بوده، ولی حتی یک مورد گزارش در اعتراضات آب خوزستان شما ندارید که مقابله با سرکوب جدی و شدید نیروهای سرکوب از طریق اسلحه رخ داده باشه. و اتفاقا همینه که میتونه تونست که طول مدت اعتراضات رو تا حدی افزایش بده. و همونطور که گفتم گروه‌های مختلف معترض رو گرد هم بیاره، یعنی هم از جهت تنوع معترضین عرب‌ها، فارس‌ها، لورها در اعتراضات آب خوزستان مشارکت داشتن، و هم همینطور در شهرهای مختلفی که به اصطلاح خوزستان هم این نشانه ها رو میبینیم. این بخشی از این قدرت بسیج عمومی ناشی از همین کاهش ریسک و خطر مشارکت در اعتراضات هست، و اتخاذ مشی خشونت پرهیزی میتونه زمینه این کاهش ریسک رو فراهم کنه. بنابراین در مجموع به نظر من جنبش های اجتماعی در ایران به اصلاح خشونت پرهیزی رو در دستور کارشون قرار دادن. این انتخابی کاملا آگاهانه و میتونه که امکان موفقیت اونها رو بالا ببره. بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم. آقای سعید مدنی، یادآوری میکنم که جناب علی پژوهشگر و جامعه شناس مقیم ایران هستید. تا چشم‌انداز دیگر، بدرود.